به نام خدا، عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت فارسی زبانان جهان، اهم از ایرانیان عزیز و برادران عزیز افغان. سوال اینجاست که خیلی زیاد مطرح میشه که چرا ایران به کمک پنج شیر نرفت. البته طرف ضعیف کار بود، اما بذارید بنده یک کمی منطقی تر و باور کنید بدون احساسات برای شما صحبت میکنم. همینطور که چند وقت پیش صحبت کرده بودم و در همین کانال یوتیوب هست، بنده به شما گفتم که پنجشیر به زودی سقوط میکنه و به دست طالبان میفته. یک تعداد که کامنت هاشون هنوز هست و میتونید برید نگاه بکنید، نوشته بودن که ما با شما موافق نیستیم چون پنجشیر یک دره ای هست که نمیدونم 5 نفر میتونن جلوی یه لشکر بایستند و 5 تا شیر و فلان و از این حرفا زدن. دوستان عزیز، بنده به شما عرض کردم دید من یک دید نظامی هست. دید نظامی فرای از احساساته، فرای از حرفهای ایدئالیستیه، حقیقت رو میبینه، واقعیت رو میبینه. بنده به شما گفتم آقا پنجشیر سقوط میکنه میفته دست طالبان، و اتفاقا جالب هست یه تعداد از دوستان پیام گذاشتن که جناب سرهنگ درست گفتی، ما فکرش نمی کردیم ولی محقق شد. یک تعداد هم آدم میگن که اگر که نیروی هوایی پاکستان یا پهپادهای پاکستان کمک نمی کرد این عمل محقق نمی شد. خیر، اینجور نیست. درسته که روند کار تسریع پیدا کرد، اما اگر اون پهپادها هم نبود، طالبان به هر حال هم از نظر تعداد، هم از نظر تجهیزات، هم از نظر مهمات و غیره دست پرتری داشت و اومد و پنجشیر رو هم کامل گرفت و حتی یکی دو نفر از همین سخنگوی جبهه مقاومت و یکی دو نفر از چهره‌های شاخص هم در این درگیری کشته شدند و پنجشیر هم به دست طالبان افتاد و پرچمشون هم بردن بالا. اما دوستان، طبق همون نظراتی که احساسات رو بذاریم کنار و حقیقت رو بخوایم ببینیم، دیگه طالبان با تظاهرات در مزار شریف و زنها اومدن تو خیابون تظاهرات کردن و مردها اومدن تظاهرات، دیگه تکون نمیخوره. این یه حقیقتی باید بپذیریم. حکومت طالبان الان کل افغانستان رو تصرف کرد و دیگه به این راحتی هم تکون نمیخوره. شاید دوستان توجه بکنید، ما تا از 100 سال تا 1000 سال دیگه با چیزی به نام طالبان همسایه هستیم. دیگه فکر تغییر حکومتش از سر خودتون بیرون کنید. میدونم که ما شاید با طالبان زیاد احساس نزدیکی نداریم از نظر حالا به هر حال مذهبی اون وهابی ان ما شیعه این فلانیم، اما این یک حقیقتیه که باید بپذیریم. چرا ایران، یه تعداد میگن در سوریه وارد شد، در افغانستان وارد نمیشه؟ سوریه کلن متفاوته با افغانستان. در سوریه که جبهه مقاومت اونجا بود و داعش و جبهه النصره و احرار الشام و صدها گروه اومدن و وارد جنگ شدن و هدفشون چی بود؟ هدفشون این بود که سوریه رو بگیرن، بیان جنوب لبنان رو هم داغون بکنن، بعد بیان عراق رو بگیرن. دیدید که این هم الان اتفاق افتاد، عراق رو بگیرن، همینجور ادامه بدن، بیان ایران رو هم تصرف بکنن و به قول خودشون خراسان بزرگ رو احیا بکنن، برن تا اون طرف خراسان، بعد باز خراسان هم برن جلو بشه افغانستان و همینجوری بخوان یک به قول خودشون امارت اسلامی خیلی بزرگی تشکیل بدن و تمام شیعیان و مسیحیان و ارامنه و تمام اینا رو هم از دم تیغ رد بکنن و قتل عام کنن و برن جلو. همینطور که دیدید که درصدی هم این اتفاق افتاد و شروع کردن چقدر قتل‌های بسیار سنگین و وحشیانه انجام دادن. کجا طالبان تا حالا گفته که من میخوام بیام خراسان، مشهد، تهران، اصفهان، تبریز رو تصرف بکنم؟ یک نفر بیاد من بگه چرا ایران باید ببخشید خودشون رو خود هر آش بکنه و رزمندگان سپاه و ارتش و مرزبانی نیروی انتظامیش برن برای چی شهید بشن؟ میشه به من پاسخ بدید؟ وقتی که تمام افغانستان و ارتشش تسلیم شد، یه تعداد الان دوستان میگن احساسات رو بذاریم کنار، میان میگن اشرف غنی افغانستان رو داد دست طالبان. این حرف درست نیست. اشرف غنی وقتی از کابل فرار کرد که صدای کلاشینکوف های طالبان رو پشت دروازه های کابل شنید، هر کسی بود فرار میکرد. وقتی هم فرار کرد که بهش خبر دادن آقا ارتشی نداری، ارتشت ول کرد رفت، بخشش رفت تاجیکستان، بخشش رفت ازبکستان، بخشش به پاکستان و این طرف اون طرف، بخشش اومد ایران. خب فرمانده که سرباز نداره خب ول میکنه میره. هیچ وقت یک رئیس جمهوری نمیاد خیانتی بکنه که مثلا مقام خودش از دست بده. خیر، مقامش ازش گرفتن، اونم فرار کرد رفت قطر.
بنده میگم اشرف غنی عامل آمریکایی‌ها بود و اتفاقا آمریکایی‌ها پشتش رو خالی کردن. حالا نمیخوام مثال های ایرانیشو بیارم که کسانی بودن که آمریکایی‌ها پشتشون رو خالی کردن و اونا از بین رفتن. مردم افغانستان نباید به ایران اعتراض کنن که چرا ایران نیامد تو افغانستان برای 20 سال شهید بده که طالبان سر قدرت نیاد. خودتون باید یه بسیج مردمی عین جریان ایران یه بسیج مردمی تشکیل میدادن، پشت سر این فرماندهان مقاومتشون قرار میگرفتن، ارتششون هم فرار نمیکرد، میرفتن و مقابله میکردن. الان هم دیگه با تظاهرات و برن رو پشتبون الله اکبر بگن اینا دیگه کارشون حل نمیشه. طالبان رو ایرانیان عزیز برای حداقل 100 سال در نظر بگیرید. چرا میگم بین 100 تا 1000 سال؟ چون هر کسی که علوم سیاسی خونده و الان داره حرفای من رو میشنوی، اگر من اشتباه میگم بیاد بگید اشتباه میگی. در جهان حکومت‌های مبتنی بر مذهب دوام بسیار بالایی داره، از حکومت قرون وسطایی اروپا بگیرید تا هر جای دیگه. اون حکومت که تازه حکومت عقل ستیزه، یک حکومت کاملا غیر علمی خرافه پرست غیره و غیره بود، دیگه واردش نمیشم. 1000 سال دوام داشت، 1010 قرن. دوست عزیز که علوم سیاسی خوندی یا تاریخ خوندی یا جامعه شناسی خوندی، گاهن شده حکومت مذهبی منقرض میشه و اتفاقا حکومت مذهبی دیگری جاش رو میگیره که ادعا داره تو مذهبی نبودی، من مذهبیم. حکومت‌های مبتنی بر ضدیت با مذهب معمولاً عمر کوتاه‌تری داره، یعنی بعد از یک 40 سال 50 سال 60 سال منقرض میشه و باز حکومت مذهبی جاش میاد. بعضی از اقلیم‌ها که کلاً اصلا حکومت مذهبی رو برنمی‌تابه، مثل کشورهایی که خیلی زیاد ساحل دارن، ساحلی هستن زیاد مذهب رو نمیپذیرن. البته میگم اینها قاعده 100% کلی نیست، ولی معمولا حکومت های کنار ساحل از مذهب کمتری برخوردارن و حکومت هایی که کویری تر کوهستانی ترن خیلی زیاد مذهبی هن. پس در نتیجه طالبان رو بپذیرید. ایرانیان عزیز، در هر شغلی و دولت ایران اگر بیشترین و بهترین و صلح‌آمیزترین رابطه رو با طالبان ایجاد نکنید، ترکیه جای ما رو میگیره. باید بهترین رابطه رو ما با حکومت افغانستان، حالا بخواد طالبان بشه و هر چی میخواد بشه، ایجاد بکنیم. گوش به حرف یه تعداد ندید. دوستانی که میخوان ایران رو هول بدن به سمت باطلاق، اینها یا خائنن، یعنی میدونن دارن چی کار میکنن و میخوان خونه ایرانی ها و شیعیان رو بریزن. شما نگاه کنید، به فرض اینکه ایران میرفت کمک پنچی رو وارد جریانات مداخلات افغانستان میشد، چی شد؟ از اون طرف پاکستان که ارتش پاکستان و اینها بود، از اون طرف با ما وارد جنگ سرد میشد و جنگ نیابتی ایجاد میشد. الان شما نگاه کنید، در یمن این جنگ نیابتی ایران و عربستانه، در سوریه، در عراق جنگ نیابتی بسیار شدید، هم جنگ سرد و هم جنگ گرم بین ایران و اسرائیل که دارن مواضع ما رو میزنن، کشتی های ما رو میزنن، ما کشتی های اونا رو، یعنی میشه جنگ جرم، داریم جنگ عملا هم دیگه رو داریم میزنیم. حالا آذربایجان و قسمت شمال غرب هم که الان میدونید صدای پای ارتش ترکیه رو دیگه داریم در جمهوری باکو و غیره میشنویم، دیگه کاملا هلال زده اومده روی سر ما. خب حالا پاکستان کم بود، حالا تازه ما بیایم با پاکستان جنگ بی نتیجه، جنگ به درد نخور، جنگی که فقط روزانه هی شهید بیارن، هی شهید بیارن. خب که چی؟ هیچی، رفتیم تو افغانستان علیه طالبان به جنگی. خب چیکار داشتید به طالبان؟ یا طالبان با شما چیکار داشت؟ تازه اینجوریش هم نگاه نکنید، پاکستان که پول نداری. پاکستان ببینید پول از عربستانی ها، پول هنگفت، پول رقم بالا از عربستان میاد. این افغانی ها رو که خیلی هم پرتعدادن، بچه زیاد دارن و غیره، اینا میان با این پول میرن در میدان های تیر و در پادگان های پاکستان آموزش میبینن با پول عربستان. میدان کجاست؟ میدان افغانستانی. میان در افغانستان میجنگن. حالا ایران برای چی باید بره وارد این جنگ سرد با پاکستان عربستان بشه از این طرف و خودمون رو داریم محاصره کنیم، از این ور یمن، از این ور پاکستان، از این ور افغانستان؟ هر جوری شما فرض بکنید، بنده از سیاست نظام جمهوری اسلامی سر مسئله قره‌باغ و سر مسئله افغانستان دفاع میکنم. بنده چون گفتم دید نظامی دارم و احساساتو بذارید کنار،
من موافقم. در قره‌باغ هم دوستان اشتباه، ایران اشتباه نکرد، اونجا ملاحظات قومیتی بسیار بالایی داریم. اولا ما اونجا یک کمی خیالمون هم راحت تر هست از این جهت که یک سد قدرتمندی از آذری‌ها و ترک‌های ایران رو داریم، منطقه تبریز و ارومیه و میانه و اردبیل. یعنی هر چقدر شما فرض بگیری ترکیه بیاد جلو یا جمهوری آذربایجان بخواد پاشو بذاره جلو، سد غیرتمند وطن پرستان آذری رو داریم. یعنی دقیقاً چهار دوران دیگری اتفاق میفته، با این تفاوت که در این چهار دوران شاید ما حتی پیروز هم بشیم و کل ملت ایران هم که میره پشت هموطنان عزیزمون در آذربایجان. تا وقتی که در این قسمت نخوان پا رو دم ما بذارن ما نباید اقدامی بکنیم. داعش پا رو دم ما گذاشته بود و اومد و جلو و ما هم جلوش در اومدیم و به هر حال پیروز این جنگ هم شدیم و البته شهدای گرانقدری هم تقدیم کردیم. پس گول کسانی که ببخشید آدمای حالا شاید لایکی هم هستن و با اینها ضدیت دارن رو نخورید که بخوان بیان و ایران رو درگیر بکنن. حتی من یه کامنتی خوندم که مشخص بود از همین منافقین و سازمان مجاهدین و اینها هست، نوشته بودن که شما که انقدر هارتاپورت میکنید و ارتش قدرتمند داریم و سپاه قدرتمند داریم، پس چهار تا افغانی بر نمیایین؟ اصلا برای چی باید در بیان؟ این حرف که اولا خب نجات پرستانه است و این حرف اصلا حرف شنیعیه. و من فهمیدم که این کامنت رو یک یا اسرائیلیا دارن میذارن یا بهائی ها یا سازمان مجاهدین خلق، چون همه یه راستان. اصلا باید برای چی باید در بیاین؟ خیلی علاقه دارید به جنگی، خیلی علاقه دارید با حکومت طالبان وارد ستیز بشیم، هیچ اشکالی نداره، راه باز و جاده دراز، بفرمایید. یه باطلاقی ما سراغ داریم، میخواید برید برید داخلش. اگر ایرانیان جنگی اتفاق بیفته، من کاری ندارم چه کشوری جلوی من هست، بنده به عنوان یک سرباز ایرانی میرم سینه سپر میکنم میجنگم و قطعا در جنگ مؤثر هستم و نیروهای ما به اندازه خودشون قدرت دارن، به شرطی که منافع ما خطر قرار بگیره. طالبان هیچ گونه خطری هنوز برای منافع ما نداشته. مردم افغانستان میخوان طالبان نباشه، سلاح دست بگیرن، بسیج مردمی تشکیل بدن، پارتیزان تشکیل بدن، چریک تشکیل بدن، برن بجنگن. برای چی من برم زن و بچه‌م رو رها بکنم برم شهید بشم؟ برای چی؟ اگه یکی از من پرسید تو افغانستان چیکار می‌کنی بگم چی؟ بگم برای چی اومدم اینجا؟ اونقدر که باید تحلیل می‌کردم تحلیل کردم، منتظر تحلیل‌های شما هم هستم. دوستان عزیز احساسات رو بذاریم کنار و با دید منطقی و البته دید نظامی باید به مسائل نگاه بکنیم. خیالتون از بابت شرق راحت باشه، هر اتفاقی هم بیفته اونقدر عاقل در ایران هست که برن و مسائل رو کاملا حل بکنن. حالا از اهم سردار قاآنی هست، وزارت خارجه هست، مشکلی نیست. باز تاکید میکنم اگر ما وارد جریان گسترش رابطه با افغانستان نشویم، ترکیه این کار رو انجام میده. پس بشتابید به سمت افغانستان، چون جان ما فدای منافع ملی ما